کره زمین 66 میلیون سال پیش برای دایناسورها یک بهشت بود. آنها مالک کره زمین بودند و همه نوع غذا برای آنها روی این زمین به وفور یافت می شد. اما ناگهان همه چیز تغییر کرد. یک شهاب سنگ غول پیکر با تغییر جهت خود به سرعت به سمت زمین می آمد. اما ساکنان کره زمین از این فاجعه‌ای که در حال رخ دادن بود بیخبر بودند. دانشمندان حدس می‌زنند که قطر این شهاب سنگ تا 80 کیلومتر بوده است، یعنی وسعتی برابر با یک شهر بزرگ. این سنگ وقتی به زمین برخورد می‌کند، به اندازه‌ای بزرگ بوده که انتهای آن جایی قرار داشته که امروزه هواپیماها در آن ارتفاع پرواز می‌کنند. بر اثر برخورد این سنگ، یک دره بزرگ ایجاد می شود که زیر آب قرار دارد. بر اثر این برخورد، حفره‌ای در خلیج مکزیک ایجاد شده که قطر آن 150 کیلومتر و عمق آن هم 20 کیلومتر است. شهاب سنگ بسیاری به کره زمین برخورد کرده است، اما این یکی از بزرگترین آنها بوده است. پس از آن برخورد در همان ثانیه دنیا به هم ریخت. مگا سونامی هایی بلند شد و به هر طرف حرکت کرد. دانشمندان می گویند که ارتفاع این موجها تا 1.5 کیلومتر می رسیده. این موجهای غول پیکر برای 10 ساعت خشکی های اطرافشان را در هم می کوبیدند. اما این اوج فاجعه نبود. انفجاری که این برخورد ایجاد کرد 100 میلیون بار قوی تر از بمب تزار روسیه بود. جنگل‌هایی که در شعاع 1000 کیلومتری این برخورد قرار داشتند، پس از اینکه آبها عقب نشینی کردند، دچار آتش سوزی شدند. دنیا به جهنم تبدیل شده بود. در همین گیرودار یک زلزله 12 ریشتری هم در جریان بود. در شعاع 1500 کیلومتری این برخورد، حیوانات و گیاهان به کل نابود شده بودند. حیواناتی هم که خارج از این شعاع 1500 کیلومتری بودند، به طور دیگری از بین رفتند. وقتی این شهاب سنگ غول پیکر به زمین برخورد کرد، به قطعات کوچکتری تقسیم شد و این قطعات دوباره به آسمان برگشت. بعضی از این قطعات به جو رسیدند. همه قطعات این شهاب سنگ که هر کدام مانند یک بمب آتشین بود، به زمین برخورد کرد. هیچ جانوری راه فرار نداشت. این بمب‌های آتشین با هر برخوردی که به زمین داشتند، باعث آتش سوزی می شدند و تقریبا نیمی از دنیا تبدیل به جهنم شده بود. دایناسورها تقریبا از بین رفتند. آن تعدادی هم که زنده ماندند، پس از 2 ساعت از برخورد با آتش سوزی ها و حرارت حاصل از آن از بین رفتند. در آن زمان، بیشتر دنیا پوشیده از جنگل بوده است. برای همین، آتش به راحتی به همه جا گسترش پیدا کرد. در همان 2 ساعت اولیه، 75% حیوانات و گیاهان از بین رفتند و حیواناتی که وزنی بیشتر از 25 کیلوگرم داشتند، قادر به ادامه زندگی نبودند. ذراتی که بر اساس این برخورد به هوا برخاسته بود و دود حاصل از آتش سوزی های بی پایان دور کره زمین را پوشانده و اجازه ورود نور آفتاب را نمی داد. این وضع تا 1 سال ادامه داشت. آن مقدار پوشش گیاهی اندکی که باقی مانده بود هم از بین رفت. این وضعیت باعث بارش باران‌های اسیدی شد و همین باران‌ها باعث شد که جانوران آبزی هم از این وضعیت جان سالم به در نبرند. بسیاری از جانوران آبزی نیز از بین رفتند، ولی تعداد اندکی باقی ماندند. بزرگترینشان لاک‌پشت و کروکودیل بود. حیواناتی که زنده ماندند، چه در خشکی و چه در آب، برای دانشمندان یک سؤال بزرگ به وجود آوردند. آنها می‌پرسند که در این وضعیت پس از فاجعه کره زمین، این جانوران چگونه زنده مانده‌اند؟ پس از 1 سال،
با از بین رفتن غبار و دود، خورشید دوباره نمایان شد. اما زمین دیگران زمینی که می شناختیم نبود. زمینی که تمامش سبز بود، اکنون تبدیل به بیابانهایی برهوت شده است. با اولین طلوع خورشید، خاک نفس کشید. اولین گیاهانی که سبز شدند، سرخس‌ها بودند. در این یک سال هیچ غذایی روی خشکی پیدا نمی شد. بنابراین همه جانوران خشکی از بین رفته بودند و فقط تعداد محدودی از جانورانی که زیر 600 گرم بودند از این فاجعه جان سالم به در بردند. این وضعیت جانوران تا 100 هزار سال ادامه داشت تا اینکه بالاخره پس از این مدت جانوران کمی بزرگتر شدند و بزرگترین آنها تقریبا اندازه یک سگ کوچک شده بود. در این 100 هزار سال وضعیت پوشش گیاهی کمی بهتر شده بود. اکنون پس از 200 هزار سال از آن برخورد، گیاهان بهتری روی زمین رویدند که می توانستند زندگی ایجاد کنند، مانند نوعی گردوی وحشی که اکنون در آمریکای شمالی هم به فراوانی یافت می شود. این گردوی وحشی باعث شد که تنوع حیوانات 3 برابر شود. حالا در این زمان وزن بزرگترین جانوران به 25 کیلوگرم رسیده بود. اما برگ برنده زمین پس از 700 هزار سال رو شد. لوبیای وحشی که در سر تا سر زمین شروع به رویدن کرد. دانشمندان معتقدند که مهمترین رکن تکامل جانوران این لوبیاها بوده است. غذایی سرشار از پروتئین. این رژیم غذایی علاوه بر افزایش تنوع جانوران باعث بالا رفتن وزن آنها شده، به طوری که وزن برخی از جانوران به 50 کیلو هم رسیده بود، یعنی اندازه یک چیتا. اگر توجه کنیم در این 700 هزار سال گذشته وزن جانوران از 600 گرم به 50 کیلوگرم رسیده است و این تعجب دانشمندان را برانگیخته، چون آنها معتقدند که 700 هزار سال برای این سرعت تکامل بسیار کوتاه است. اما اقیانوس خیلی آرامتر گام برمی‌دارد. دانشمندان می‌گویند که برگشتن اقیانوس‌ها به حالت عادی 3 میلیون سال طول کشیده است. دایناسورها به کل از بین نرفتند. پرندگان کوچک بقایای آنها هستند. این پرندگان تنها بازماندگان دایناسورها هستند. از آن حیوانات غول‌پیکر تنها این پرندگان باقی ماندند. بسیاری از دانشمندان بر این باور هستند که باقی ماندن این پرندگان به این دلیل بوده که آنها می توانستند برای خودشان لانه سازی کنند و همین شیوه زندگی آنها باعث بقای آنها شده است. دلیل دیگری نیز وجود داشته که گویا بقای آنها در گروه نبودن انسان بوده است، چون اگر در آن شرایط انسان‌ها می بودند، همه آنها را می خوردند. انسان‌ها بیشتر از 60 میلیون سال بعد آمدند و زمینی که متعلق به حیوانات بوده را تصاحب کردند و اکنون کمر به انقراض آنها بستند.